فرگشت به معنای تغییر در خصوصیت‌های وراثتی جانداران در طول نسل‌های متوالی است. فرگشت بدان معناست که تمام جانداران با همه تنوعی که دارند از نیایی مشترک که حدود 3.5 تا 3.8 میلیارد سال پیش میزیسته پدیدار گشتند. مطالعه علمی فرگشت از نیمه سده 19 میلادی آغاز شد، زمانی که پژوهش‌ها بر روی سنگواره‌ها و گوناگونی جانداران بسیاری از دانشمندان را متقاعد کرده بود که همه جانداران باید به نحوی فرگشت یافته باشند. سازوکارهای پیشبرنده فرگشت همچنان نامشخص باقی ماندند تا اینکه در اواسط قرن 19 میلادی نظریه علمی فرگشت بر اساس انتخاب طبیعی توسط چارلز داروین و آلفرد راسل والاس مطرح گردید که به توضیح چگونگی و علل فرگشت می پرداخت. این نظریه علمی به طور خلاصه بیان می کرد که تنها نسلی از جانداران توانایی زنده ماندن و تولید مثل را دارند که به دلیل جهش‌های ژنتیکی هماهنگی بیشتری با تغییرات محیط زندگی خود کسب کرده باشند. فرگشت علت پدیده گونه‌زایی است که طی آن یک گونه اجدادی منفرد به دو یا چند گونه متفاوت تقسیم می‌شود. گونه‌زایی در شباهت‌های ساختاری جنینی و ژنتیکی جانداران، پراکندگی جغرافیایی گونه‌های مرتبط با هم و ثبت سنگواره‌ای تغییرات قابل مشاهده است. نیای مشترک جانداران امروزی تا بیش از 3.5 میلیارد سال پیش، یعنی از زمان پیدایش حیات روی زمین، قدمت دارد. فرگشت چه به صورت درون جمعیتی و چه به صورت گونه‌زایی میان جمعیت‌ها از طرق گوناگونی روی می‌دهد، آهسته و پیوسته به نام انتخاب انباشتی یا به سرعت از یک موضع ایستا تا موضع بعدی که تعادل نقطه‌ای خوانده می شود. در اوایل قرن بیستم نظریه فرگشت بر اساس انتخاب طبیعی با علم ژنتیک، دیرین شناسی و سامان شناسی ادغام شدند که با پیوستن یافته‌های بعدی چون زیست شناسی مولکولی تحت عنوان سنتز مدر به اوج رسید. این تلفیق به یک بنیان اصلی در زیست شناسی بدل شد، چنان که تبیینی منسجم و یک پارچه برای تنوع زیستی و تاریخ حیات روی زمین فراهم ساخت. امروز فرگشت در شاخه های مختلف علوم زیستی همچون زیست شناسی بقا، جنین شناسی، بوم شناسی، فیزیولوژی، دیرین شناسی، کشاورزی و پزشکی مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین فرگشت بر دیگر حیطه‌های مطالعات بشری همچون انسان شناسی، فلسفه و روانشناسی نیز اثرگذار بوده است. فرگشت سرمشق و الگوی مسلط و چارچوب اصلی زیست شناسی نوین است و پایه و اساس آن را تشکیل می دهد و با شواهد بسیاری پشتیبانی می گردد. فرگشت در ابتدا تکامل نامیده می شد. واژه عربی تکامل به معنای کامل شدن است. لغتنامه دهخدا معنای آن را تمام شدن ذکر می کند، اما به دلیل اینکه واژه تکامل به کمال رسیدن را در ذهن مخاطب تداعی می کند، بسیاری با بکار بردن این کلمه مخالف هستند. این واژه نخستین بار توسط مترجمان دوره قاجار به عنوان برابر فارسی کلمه اِوولوشن در زبان‌های اروپایی به کار رفت. این در حالی است که واژه اِوولوشن به معنای برآمدن و تحول است و اشاره به وجود آمدن چیزی از چیز دیگری است، در حالی که این کلمه حاکی از کمال یافتن جانداران نیست. این واژه هیچ بار اخلاقی ندارد، بلکه تنها تغییر جانداران برای انطباق و سازگاری بیشتر با محیط زیست خود را نشان می‌دهد، زیرا در یک محیط ویژگی‌های خاصی مبنای تطابق و سازگاری محسوب می‌شوند و در محیط دیگر ویژگی‌های دیگری. با وجودی که کلمه تکامل ریشه عربی دارد، اما خود عرب زبانان از واژه تطور به معنای تغییر و تحول استفاده می‌کنند. فرگشت یک اسم مشتق از فر به عنوان پیشوند رو به جلو، گشت
به عنوان گردیدن و دگرگون شدن تشکیل شده است. بنابراین واژه فرگشت هم تراز مناسب تری برای اِوولوشن است. فرگشت از ساخته های فرهنگستان دوم است. این واژه در آثار نویسندگانی همچون داریوش آشوری به کار برده شده است. بعدها برابرهای دیگری نیز از سوی پژوهشگران پارسی زبان پیشنهاد شد. از آن جمله واژه برایش که توسط ابراهیم هرندی روانزیست شناس پیشنهاد شد. در منابع و رسانه‌های فارسی زبان به جای واژه فرگشت از واژه‌هایی همچون ترقی کردن و ارتقا یافتن نیز استفاده شده است. در بعضی برنامه‌های علمی پخش شده توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از عبارت سازگاری و تغییر نیز استفاده شده است. در زبان اردو و زبان سندی که از زبان‌های همریشه و هم خانواده با زبان فارسی هستند، به این نظریه ارتقا گفته و نوشته می شود. این پیشنهاد که یک گونه جانور ممکن است از جانوری از گونه دیگر منشأ گرفته باشد، در آرای برخی فلاسفه پیشا سقراطی چون آناکسیماندروس و امپیدوکلس به چشم می خورد. در تضاد با این دیدگاه های ماده گرایانه، ارسطو همه اشیای طبیعی و نه تنها جانداران را فعل های ناقص است حالات طبیعی ممکن می دانست که ثابت بودند. او این حالات ثابت را صورت یا مثال یا در ترجمه لاتین آن گونه می نامید. این دیدگاه بخشی از فهم الهی ارسطو از طبیعت بود که در آن همه اشیا نقشی غایتمند در نظام الوهیت جهان ایفا می کردند. البته وی ادعا نکرد که هر جانور با یک صورت مابعد و طبیعی خاص تناظر یک به یک دارد، بلکه نمونه هایی ذکر کرد که چگونه گونه های جدیدی از جانداران می توانستند به وجود آیند. تعابیر گوناگون از نظریه ارسطو پس از ترکیب با تعالیم مسیحی فهم متعارف در قرون وسطا شد. در قرن 17 روش جدید علم نوین رویکرد ارسطویی به طبیعت را رد کرد و در جستجوی تشریح پدیده های طبیعی در قالب قوانین طبیعت برآمد که برای همه محسوسات یکسان بی نیاز از فرض هیچ گونه رده ثابت طبیعی یا نظام الهی جهان بودند. اما این رویکرد جدید به کندی در زیست شناسی ریشه دواند که به آخرین سنگر برای درک ثابت از اشیای طبیعی مبدل گشت. جان ری اصطلاح گونه را که آن زمان متروک شده بود برای اطلاق به انواع ثابت جانوری و گیاهی به کار برد، اما برخلاف ارسطو او اکیداً هر نوع از جانداران را به عنوان یک گونه معرفی کرد. ری پیشنهاد کرد که هر گونه را می توان به مدد ویژگی های شناخت که در هر نسل هنوز باقی هستند و خود را حفظ می کنند. این گونه ها توسط خدا طراحی شده بودند، اما تفاوت هایی نشان می دادند که بر اثر شرایط محلی پدیدار شده بود. در طبقه بندی زیستی جانداران توسط کارلینه که در 1735 معرفی شد نیز گونه ها ثابت بر اساس طرح الهی در نظر گرفته شدند. برخی دیگر از طبیعت گرایان این زمان به گمان زنی درباره تغییرات فرگشتی گونه ها بر اساس دوانی طبیعت پرداختند. در سال 1751 بوپرتویی از تغییراتی که حین تولید مصر رخ می دهند نوشت و انباشت این تغییرات را طی نسلا نیروی پیشران فرگشت دانست. بوفون پیشنهاد کرد که ممکن است گونه ها بتوانند به جاندارانی متعدد تحلیل یابند و راسموس داروین این فرضیه را مطرح کرد که ممکن است تمام جانوران خونگرد از یک میکروب منفرد مشتق شده باشند. نخستین طرح فرگشتی پخته نظریه ترانسموتاسیون یا استحاله ماهوی ژان لامارک بود که به سال 1809 در کتاب فلسفه جانورشناسی منتشر شد. لامارک ترسوم کرده بود که همچنان که نسل خودانگیخته به تولید اشکال ساده حیات ادامه می دهد، پیچیدگی بیشتر در دودمانهای موازی با یک تمایل پیشرونده موروثی توسعه می یابد، به طوری که تغییرات موروثی بر اثر استفاده یا عدم استفاده والدین
دودمان‌ها را به سازش بیشتر با محیط می‌کشاند. این فرایند پیشنهادی بعدها لامارکیسم خوانده شد. اردوگاه طبیعت‌گرایان این آرا را به علت فقدان شواهد تجربی محکوم می‌کردند. کوی تأکید کرد که گونه‌ها غیر مرتبط و ثابت هستند و شباهت‌های آنها نشانگر طرح الهی و بر اساس نیازهای عملکردی آنهاست. در همین زمان ایده طراح نیکخواه جان ری توسط ویلیام پیلی در جهت الهیات طبیعی پرورانده شد. پیلی استدعا کرده بود که سازش‌های پیچیده بدن جانداران نشانه‌های طرح الهی هستند. چارلز داروین جوان این آرای پیلی را تحسین کرد. در سال 1842 چارلز داروین نسخه اولیه از کتابی را که سپس خاستگاه گونه‌ها نام گرفت نوشته بود. نظریه فرگشتی چارلز داروین نقطه عطفی در مسئله ثبوت یا فرگشت گونه‌ها به شمار می‌رود. داروین متأثر از نظرات توماس مالتوس در رساله اصل جمعیت به این نتیجه رسید که رشد جمعیت به آسانی می‌تواند به تنازع بقا منجر شود و در این رقابت زاده‌های با مطلوبیت بیشتر بر دیگران برتری خواهند داشت. محدودیت منابع باعث می شود تا در هر نسل بسیاری از زاده ها پیش از رسیدن به سن تولید مثل تلف شوند. این ایده می توانست گوناگونی جانوران و گیاهان را در عین اشتقاق از اجداد مشترک توضیح دهد و در عین حال این شرط تنها با استفاده از قوانین طبیعی که برای همه اشیا یکسان بودند فراهم می شد. داروین در سال 1838 به نظریه انتخاب طبیعی دست یافت، اما آن را منتشر نکرد تا اینکه در سال 1858 نامه‌ای از یک زیستشناس جوان به نام آلفرد والاس به دستش رسید که در آن نظریه مشابهی شرح داده شده بود. والاس در این نامه به منظور انتشار فرضیه خود از داروین تقاضای کمک کرده بود. آنها دو مقاله جداگانه برای قرائت در یکی از گرد همایی های علمی انجمن لینه‌ای های لندن ارسال کردند. داروین و والاس هیچ کدام در این گرد همایی شرکت نکردند و در آن زمان تعداد اندکی از آن دو مقاله مطلع شدند. سرانجام در اواخر سال 1859 کتاب داروین به نام درباره خاستگاه گونه ها از طریق انتخاب طبیعی منتشر شد و به تفصیل به شرح فرگشت داروینی پرداخت. توماس هاکسلی آناتومی مقایسه‌ای و دیرین شناسی را به کار گرفت تا نشان دهد که انسان و کپیای نیاکان مشترکی دارند. این نتیجه گیری تلویحی که انسان جایگاهی یگانه و خاص در جهان ندارد بسیاری را برآشفت. سازوکارهای دقیق وراثت و منشأ خصائص جدید همچنان معما باقی ماندند. برای حل این معما داروین تئوری پانژنز را مطرح کرد. در سال 1865 گریگوری مندل گزارش کرد که ویژگی‌های فنوتیپی با یک الگوی پیشبینی پذیر ناشی از تفکیک و جور شدن مستقل تعدادی از عناصر به ارث می‌رسند. این عناصر بعدها ژن خوانده شدند. قوانین وراثت مندلی در نهایت تئوری پانژنز داروین را رد کرد. آگوست وایزمن تمایز مهمی میان سلول‌های ژرمینال و سوماتیک بدن قائل شد و مشخص ساخت که وراثت تنها از طریق خط ژرمینال عمل می‌کند. آگودوری تئوری پانژنز داروین را با تمایز سوماژمینال وایزمن مربوط کرد و این فرضیه را مطرح ساخت که اثر پانژن‌ها که در هسته سلول متمرکز هستند با بیان شدن به سیتوپلاس منتقل می شود و ساختار سلول را تغییر می دهد. داری همچنین معتقد بود که انتقال صفات متنوع زاده ها طی خط ژرمینال از طریق وراثت مندلی انجام می پذیرد. در توضیح منشأ خصائص جدید داری فرضیه جهش را توسعه داد که منجر به ایجاد اختلافی موقتی میان دانشمندان قائل به فرگشت داروینی و زیست سنجشان پیروی داری شد. در آغاز قرن بیستم پیشگامان ژنتیک جمعیت
چون جان هالدین و رونالد فیشر مبنایی مستحکم و محاسباتی برای فرگش فراهم ساختند و تضاد ظاهری میان نظریه داروین و جهش‌های ژنتیکی و وراثت مندلی از میان رفت. در دهه‌های 1920 و 1930 سنتز مدر مفاهیم انتخاب طبیعی، جهش و وراثت مندلی را با هم مرتبط ساخت و به یک نظریه یک پارچه تبدیل شد که به طور کلی در تمام شاخه‌های علوم زیستی به کار رود. تلفیق فرگشتی جدید قادر به توضیح الگوهای مشاهده شده در گونه‌ها و جمعیت‌ها، تغییرات فسیلی در دیرین شناسی و حتی سازوکارهای پیچیده سلولی در جنین شناسی بود. در سال 1953 جیمز واتسون و فرانسیس کریک با کشف ساختار مولکول دی ان ای مبنایی دقیق برای تبیین فعالیت‌های آن فراهم ساختند. زیست شناسی مولکولی فهم ما را از روابط بین ژنوتیپ و فنوتیپ بهبود بخشید. پیشرفت‌ها در فیلوژنتیک و سامانه شناسی از طریق انتشار و به کارگیری درخت‌های فرگشتی تحول صفات را در یک چارچوب مقایسه‌ای و آزمودنی ترسیم کرد. در سال 1973 تئودوسیوس دابوشانسکی زیست شناس فرگشتی نوشت: هیچ چیز در زیست شناسی معنا پیدا نمی کند مگر در پرتو فرگشت، زیرا فرگشت چیزهایی را که زمانی نامرتبط به هم به نظر می رسیدند در قالب یک شرح منسجم جای می دهد که قادر به توصیف و پیشبینی حقایق مشاهده شده در خصوص حیات است.